or put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, Venus Cat from old Chicago town. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی داشته باشید. امروز چهارشنبه است، 4 دی ماه 1398 خورشیدی، برابر با 25 دسامبر 2019 میلادی. امروز اینجا کریسمس در واشنگتن، در میشیگان آمریکا امروز و در همه جای دنیا، به اصطلاح جاهایی که مسیحی نشین هستن، مخصوصا کشورهای غربی و حالا استرالیا و نیوزلند و همه جا. و کریسمس امروز روز کریسمس و اینجا تعطیله و مردم جشن میگیرن و همونطور که میدونید و خب من این روز رو به همه مسیحیان جهان تبریک میگم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشن و شب خوبی داشته باشن. و خدمت شما عرض بکنم که این سومین ویدیویی که من پر میکنم در رابطه با آهنگ ها و فکر کردیم که شاید از طریق آهنگ بهتر بشه انگلیسی رو یاد گرفت. خب میتونن دوستان به صورت MP3 پر بکنن، مثلا من میذارم رو کانال تلگرامی به صورت MP3 و یا از طریق یوتیوب میتوانن گوش بکنن و انگلیسی یاد بگیرن. شاید این طریقه خوبی برای یاد گرفتن انگلیسی باشد از طریق آهنگ. دو تا آهنگ قبلی که یکی از عدل بود، یکی هم از مدونا بود. این سومی از گروه بانیمه که الان دربارش توضیح خواهم داد. ولی کن مطلبی که میخوام عرض بکنم اینه که دوستان اگر ترانه ای و آهنگی هست که مد نظرشون هست و میخوان که این آهنگ رو من توضیح بدم و ترجمه کنم، لطفا در کامنت ها اینو بگن که من مد نظر قرار بدم، یا در کانال تلگرامی من بگن که بنده اقدام کنم نسبت به ترجمه و توضیح اون آهنگ. شماره تلفن من 1-734-286-1759 یک کد آمریکاست، 1-734-286-1759 و از طریق واتساپ ببخشید میتونن با من تماس بگیرن، یعنی تکست بگذارن برای من، که چون من تلفن‌ها رو نمیتوانم جواب بدم و مشغول هستم اغلب اوقات، وقت ندارم که تلفن‌ها رو جواب بدم، شرمنده، ولی حتما به تکستاتون جواب میدم. خدمت شما عرض بکنم این آهنگی که امروز من میخوام چیز بکنم، آهنگی که امروز میخوام توضیح بدم و ترجمه کنم، آهنگ ما بیکر هست. ما بیکر، خب این در سال 1356 یعنی 1977 میلادی، اون موقع که ما بچهای 13-14 ساله بودیم تو مدرسه راهنمای درس میخوندیم، من یادمه که اینو تلویزیون پخش میکرد، ما بیکر، سوسیس و همبرگر. ما این قسمت اولش رو فقط ما بیکر باقیش رو دیگه متوجه نمیشدیم. الان هم که من فکر نمیکردم بعد از 40 سال، 42 سال بیام این آهنگ رو ترجمه کنم. این دیگه بازی روزگاره. یکی از پرفروشترین آهنگ ها بود در همون موقع و در ایران هم خیلی خیلی آهنگ خوش دستی، آهنگ خیلی زیباییه و خیلی قشنگ خونده میشه. اینه که با وجودی که معنیشو نمیدونستیم، همه بچه‌ها و بزرگان این آهنگ رو دوست داشتن و من یادم هستش که گفتم در تلویزیون من خودم دیدم این آهنگ رو. حالا همینجوری تو اینترنت یه دفعه به چشم خورد و خیلی خوشم میاد از این آهنگ و خوشم میومد و تصمیم گرفتم که اینو برای شما دوستان ترجمه کنم. این آهنگ در واقع زندگی یک گنگستر هست، یک خانومی هست به نام ما بارکر. ما اسم کوچیکشه، بارکر هم فامیلشه و اینو بعداً برای اینکه چیز بشه، برای اینکه بیکر چیزتر گفته میشه، راحتتر گفته میشه، اینو تغییر دادن به ما بیکر. خب و این به صورت اسطوره در اومد، این خانم به صورت اسطوره که البته تبهکاری و این در سراسر آمریکا، ظاهرا از خود شیکاگو بود، در دانتان شیکاگو بود، از اونجا شروع کرد. 4 پسر هم داشت و شنیدم که در آریزونا هم بود، حالا من دقیق داستانش رو نمیدونم. و خلاصه خیلی دنبالش بود، پلیس و FBI خیلی دنبال این خانم بود که ایشونو پیدا بکنه و سرانجام در با 4 پسر، یکی 2 پسرش رو فکر کنم جلوتر کشتن، سرانجام ایشونو پیدا کردن در منزلش و
به قتل رسوندن، چون حاضر نشد حتی تسلیم بشه و اینا، به قتل رسوندن که عکساش هم من اینجا گذاشتم، عکس این خانم رو به تدریج، عکسایی که عکس خودش، عکس چند تا از پسراش، 4 تا پسر داشت. و خدمت شما اون اعلامیه‌هایی که چاپ شده بود که برای دستگیری ایشون، یعنی اطلاعیه زده بودن در همه جا که مثلا فلان قد پول میدیم که این خانم رو دستگیر کنه، هر کسی ایشون رو معرفی بکنه. و در نهایت ایشون یک گانگستر خیلی معروفی در تاریخ آمریکا است. در 1935 هم من فکر می‌کنم کشته شد. عکس خونش هم من اینجا گذاشتم. و در واقع این آهنگ یک چیز داره، یه زمینه چیزی داره، زمینه تاریخی داره، یعنی واقعا اتفاق افتاده و این خانم بوده است و زندگی میکرده و خیلی هم چیز کرد، قتل و جنایت اینا در اون دوره خودش به راه انداخت. بعدن جان التون از این یه اپرا ساخت و بس که 3-4 نفری این آهنگ رو خوندن. ولی این آهنگ توسط این، یعنی اولین بار که من شنیدم و فکر میکنم همه ایرانی های هم نسل من شنیدن، این توسط گروه بانی ام خونده شد، که حالا من به معرفی گروه کار ندارم، چون اینجا ما قصدمون معرفی آهنگ نیست، معرفی یعنی ترجمه است و تدریس زبان. به این طریقه میخوام زبان یاد بگیریم. خب این بهانه‌ای برای یاد گرفتن زبان، وگرنه آهنگ مد نظر ما نیست. آهنگ هست در همه جا هم و دوستان میتونن گوش بکنن و لذت ببرن. اینجا بهانه‌ای برای به اصطلاح تدریس زبان. خیلی خوب، حالا من وقت شما رو بیش از این نمیگیرم، از شما میخوام که به این عکس ها نگاه کنید. بعد از نگاه کردن به عکس ها اینا، ما میریم قسمت اول ببینیم که چه میگن در این آهنگ گروه بانی ام به نام ما بیکر چه چیزی گفته میشه. خیلی خوب، با اجازتون شروع میکنیم. Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. خیلی خوب. چه میگوید در اینجا؟ یعنی آهنگ اینطور شروع میشه. Freeze! فریز مثل فریزر، تو فریز یعنی یخ زدن، فریز میگه فریز، تکون نخورید، فریز یعنی تکون نخورید، جم نخورید. فریز، آی ام ما بیکر، من ما بیکر هستم، آی ام ما بیکر، اسمم ما، فامیلم بیکره، آی ام ما بیکر. پوت یور هندز این د ایر، پوت یعنی گذاشتن، یور هندز یعنی دستای خودت، این د ایر در هوا، یعنی دستاتونو بگیرین بالا. پوت یور هندز این د ایر، گیمی all your money. اینجا give me میگه، ولی give me نیست، در واقع give me. give me all your money. give me بدید به من، all your money تمام پولتون رو بدید به من. so چی شد؟ freeze. I am Ma Baker. put your hands in the air. give me all of your money. all your money تمام پولتون رو بدین به من. خب بعد از اون میگه که اون آقایی که میاد، این آقایی که لخت است اینجا و این پشموپیلی، میگه This is the story of Ma Baker. این داستان Ma Baker. استوری یعنی داستان. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. خب meanest یعنی آدم خیلی بد، آدم خیلی بیرحم، آدم خیلی نمیدونم چغر. meanest EST داره، EST یعنی وقتی یک صفتی تفضیلی میشه، برترین میشه. خب مثل میگه بزرگترین، کوچکترین، کمترین. مین مینست. خب کت، کت هم یعنی پرسن، در واقع کت به معنی گربه است، ولی اینجا به معنی شخص. یه مینست شخص یعنی بدترین شخص، یا خیلی شخص ناهموار، شخص زمخ، زمخترین شخص. از کجا؟ از اول. این میگه اول، دیشو تلفظ نمیکنه، اول، اولد در واقع قدیم، شیکاگو تان، شهرک
قدیم شیکاگو، دانتان شیکاگو به یک معنا، دانتان اون قسمت مرکزی شهر، مرکز شهر اونجا، میگه خب این داستان ما بیکره، این آدم زمخت، زمخترین آدم از قسمت از دانتان شیکاگو. خب در این قسمت گروه بانین چه خواند درباره این خانم ما بیکر؟ گفتش که اون آقا گفتش که she was the meanest cat in old Chicago town. She was the meanest cat. She really moved them down. She had no heart at all. بعد اون گروه همسرایان اونا که عقب وایساده بودن اون خانم ها گفتن no heart at all. خب میگه she was the meanest cat. او شخص زمختی بود. خب شخص خیلی او زمخترین شخص بود. چی وازم گذشته ایز مینست کت، کت هم که گفتیم یعنی پرسن، شخص مینست زمخت، ناهموار، ناجور، ناجورترین شخص بود. این اولد شیکاگو تان، در شهرک قدیمی شیکاگو، در شهرک قدیمی شیکاگو به اصطلاح دانتان شیکاگو، در مرکز شیکاگو، شی واز ذ مینست کت که گفتیم دوباره، شی ریلی موف دم دان، شی ریلی واقعا موف دان، یعنی اگه یه صفی باشه یه در هول بدی به طرف پایین، و یا اینی که پایین، یعنی چیز کردشون، یعنی تحقیرشون کرد، یعنی آوردشون پایین، یعنی خاکمالشون کرد به یک معنا. شی ریلی موف دم دان، اون اهالی شیکاگو رو همه رو به اصطلاح چیز کرد، تحقیر کرد و آورد پایین و هل داد به عقب و خلاصه ناراحتشون کرد. شی ریلی موف دم دان، شی هد نو هارت ات اول، او قلب نداشت، دل نداشت، یعنی خیلی آدم بیرحمی بود. هارت یعنی قلب، ات اول یعنی اصلا، او اصلا قلبی نداشت. شی هد، هدم گذشته هبه، شی هد نو هارت ات اول، اون هیچ قلب نداشت، اصلا قلبی نداشت، اصلا رحمی نداشت، آدم بیرحمی بود. خب نو هارت ات اول، بعد حالا منم به خوندن افتادم، میگه نه قلبی نداشت. اون گروه میخونن که نه قلبی نداشت. خیلی خوب، یعنی خیلی آدم بیرحمی بود، خیلی آدم صفاکی بود به یک معنا. خیلی خوب، ببینیم در قسمت بعدی چی میگن این گروه بانی. خب ببینیم در ادامه در توصیف خانم ما بیکر چی میگن. میگه که شی واز ذ مینست کت که معنیشو گفتم، اوه شی واز ریلی تاف، اوه که اوه، شی واز او بود، ریلی واقعا تاف، تاف یعنی خیلی ناجورا، تاف گای میگن، تاف گای یعنی آدم بزن بهادر، آدم دعوایی، آدم کل شق ها. شی واز ریلی تاف، تو این فیلم های گانگستری خیلی میبینه، میگن تاف گای، تو همین آیریشمن هم چند بار میگن تاف گای که جدیدم پخش شد، تاف گای، ریلی تاف، میگن خیلی آدم کله خرابی بود، کله شرقی بود، بزن بهادری بود. شی لفت هر هازبند فلات، شی لفت هر هازبند، لفت یعنی ترک کردن، هازبند یعنی شوهر. حالا ببین بنده خدا اون کی بوده که شوهر این تک، اون بیچاره شوهرش رو دیگه چقدر بنده خدا چیز بوده، بد شانس بوده. شی لفت هر هازبند فلات یعنی اون شوهرش رو ترک کرد، جدا شد، سپریشن ها، این فیلم سپریشن، شوهرش جدا، از شوهرش جدا شد بدون اینکه طلاق بگیره، احتمالاً طلاق هم میتواند باشد، دیورس هم میشه، در صورت شوهرش رو ول کرد، شوهرش رو رها کرد. هی وازنت تاف ایناف، ایناف یعنی کافی، تاف هم که گفتم یعنی کله شق، کله خراب، سخت، برای اینکه شوهرش به قدر کافی چی نبود، کله خراب نبود، به قدر این کله خراب نبود، بزن بهادر نبود، دعوایی نبود ها. She took her boys along. Took یعنی take. Took گذشته take. Take به معنی گرفتن و معانی بسیار دیگه هم داره. اینجا یعنی گرفتن. Her boys. Her یعنی پسرای خودش رو along. بچه‌های خودش رو با پسرای خودش رو با خودش برد. ها؟ She took. Took گذشته take. Her boys along. بچه‌های خود پسرای خودش رو با خودش برد. شوهرش رو ول کرد و بچه‌های خودش رو با خودش برد. Because they were mean and strong. برای اینکه بچه‌هاش، because they آنها پسرانش
این دی ضمیریه که به پسرانش اشاره داره. دی ور ور گذشته آره تو بی صفت چه فعل تو بی ور گذشته آره. مین همون که گفتم کل شر کل خراب سرزخ ان استرانگ و قوی. پسراش رو با خودش برد برای اینکه اونها هم کل خراب و استرانگ بودن و قوی بودن. خیلی خوب این قسمت رو گوش کردیم، ببینیم که در قسمت بعد در مورد این خانم ما بیکر گانگستر چه خواهند گفت. خب در این قسمت چی میگن؟ در این قسمت که میبینیم میگن ما بیکر، اسم این خانمو میخونن به طرز مثلا طرز آهنگوار میخونن ما بیکر. بعد میگه she taught her four sons. taught گذشته تیچه، میگه یاد داد تعلیم داد her four sons به چهار تا پسرش. sons جمع سانه، به چهار تا پسرش تعلیم داد، یاد داد، آموزش داد. بعد دوباره ما بیکر to handle their guns که اسلحه هاشونو به کار ببرند، که اسلحه هاشونو چجوری به کار ببرند، یاد داد که چجوری تیراندازی بکنن. to handle یعنی اینجا یاد چطور تیراندازی کردن، چطور حمل کردن، چطور تیراندازی کردن، چطور به کار بردن. to handle their guns تفنگ های خودشونو، اسلحه های خودشون رو چجوری به کار ببرن. guns یعنی اسلحه هاشون. بعد دوباره ما بعد she never could cry. she never هرگز، never یعنی هرگز، could نمیتوانست cry، cry هم یعنی گریه کردن. او هرگز نمیتوانست گریه بکنه، انقدر آدم کل شرقی بود، انقدر آدم سرسختی بود، die hard به اصطلاح، که اصلا گریه نمیتونست بکنه، هیچ وقت نمیتونست گریه بکنه. دوباره بعد ما داریم but she knew how to die. اما او میدانست، چیز ضمیر برای خانم ها دیگه، شی سوم شخص برای خانم ها، شی نیو گذشته نو تو نو دانستن. اما او میدانست ها چگونه تو دای چگونه بمیرد، اما او میدانست که چگونه بمیرد. خیلی خوب از این قسمت، این قسمتی که توضیح دادیم، بریم ببینیم در قسمت بعدی در مورد خانم ما بیکر چه میگن. خیلی خوب خب در اینجا چه گفتن؟ میگه they left a trail of crime. left یعنی به جا گذاشتن، they آنها به جا گذاشتن a trail. trail یعنی road، یعنی جاده، path. a trail of crime، crime هم یعنی جنایت، یعنی یک مسیری رو از جنایت به جا گذاشتن. مثلا اینجا بانک زدن، اینجا رفتن آدم کشتن، اونجا رفتن قطار زدن، اونجا رفتن نمیدونم به یه جایی حمله کردن، اونجا رفتن نمیدونم یه صرافی رو خالی کردن. یعنی همینجوری در سراسر آمریکا اینا شروع به تبهکار، جاهای مختلف رو رفتن و کارهای خلاف کردن. اکراس یو اس ای، در سرتاسر یو اس ای، یعنی این فیلمای جاده‌ای از اینجا شروع کردن، ردیف یک به یک اینجا رو درگیر شدن، بانک خالی کردن، نمیدونم قطار رو زدن و همون چیزایی که هست. اکراس یو اس ای، در سراسر ایالات متحده. and when one boy was killed، وقتی که when یعنی وقتی که one boy یکی از پسرها was killed کشته شد، یکی از این پسرها کشته شد، و وقتی که یکی از این پسرها کشته شد she really made them pay. she really یعنی همین خانم ما بیکر، really واقعا made them pay یعنی اونا رو وادار کرد که بپردازن براش. خب این معنی تحت لفظیشه، معنیش اینه که تلافی کرد، یعنی بعد که پسرش رو کشتن مثلا در قبال پسر خودش 10 نفر از اونا رو کشت، یعنی وادار کرد که تاوانشو بدن، وادار کرد که خسارتشو بدن، تاوان کشتن پسرشو بدن، و در مقابل کشتن پسرش این مثلا تلافی کرد، چند نفر از اونها رو کشت. She really made them pay. pay to pay یعنی پرداختن، them هم یعنی آنها، made هم که گذشته make. خیلی خوب گذشته make به معنی ساختن. She had no heart at all.
نه اوش قلبی نداشت، یعنی خیلی بیرحم بود. نو هارت ات اول، نه هیچ قلبی نداشت. اونا هم تاکید میکنن که بله واقعا بیرحم بود. خیلی خوب، این قسمت دیدیم، ببینیم در قسمت بعدی چی میگن در مورد کارهای این خوب. خب این قسمت که قبلا خونده شده بود و من معنیشو گفتم، دوباره سریع تکرار میکنم. او به 4 تا پسرش یاد داد که چگونه اسلحه رو به کار ببرن و او هرگز نمیتوانست گریه کنه، اما او میدونست که چگونه بمیره. خیلی خب، ببینیم که در قسمت بعدی چه گفته میشه، چه خوانده میشه در رو. خیلی خوب، قبل از اینکه ادامه بدیم و ترجمه بکنیم این قسمت رو، بخواستم خدمتتون عرض بکنم که این ویدیویی که من چیز میکنم اینجا به اصطلاح میذارم روی یوتیوب، همین آهنگ رو هست که فقط مثلا نوشته ها رو، خوانده ها رو تایپ کردن و شما میتوانید اون هم نگاه بکنید و ببینید دقیقاً چی میگن. یعنی خود آهنگ رو میخونه به صورت تایپی اونجا نوشته که چی دارن میگن و چی دارن میخونن. هست رو یوتیوب، میتوانید همین آهنگ رو به اون صورت هم ببینید که از خواننده ها خبری نیست و فقط تایپ شده، یعنی هم خواندن هست و همونی که خوانده میشه نوشته شده در بر روی صفحه. میتونید اون رو امتحان بکنید برای اینی که کاملا متوجه بشید که چه میگن. بعد خدمت شما عرض بکنم در اینجا چیزی که گفتش که شیمت، یعنی همین خانم مابیکر، شیمت من، شی لایکت. او یک مردی را ملاقات کرد، مت گذشته میته یعنی ملاقات کردن، من یک مرد رو، شی لایکت یک مردی رو که شی لایکت، لایکدم لایک گذشته لایک فعل با قاعده است و گذشتهش ایدی میگیره، شی لایک. او یه مردی رو ملاقات کرد که او دوست داشت، یعنی از اون مرد خوشش میامد. شی تات شی بود استی ویت هیم. شی تات هم گذشته تینک فعل بی قاعده است. شی تات، او فکر کرد که شی بود استی ویت هیم که با او خواهد ماند، با او خواهد ایستاد، در کنار او خواهد ماند، یعنی با آن مرد دوست خواهد شد و با هم خواهند ماند. She would stay with him. Stay ایستادن، ماندن، with him، با او. One day he formed with them. One day، یک روز، he یعنی اون مرده، formed with them. Formed with them یعنی تشکیل گروه داد با اونا، به جزوشون شد. He formed with them. تشکیل گروه داد و جزو اینها شد. They did away with him. اما در عوض اونها چیکار کردن؟ این خانم و 4 تا پسرش did away with him یعنی اونو کشتن. did away یعنی کشتن. did away with him، اونها اون رو کشتن. اون آقا اومد به اینها پیوست و جز به گروه اینا شد، ولی اینها در عوض او رو کشتن. she didn't care at all. didn't care at all یعنی اهمیت نمیداد. اینجا مثلا میگه I don't care، یعنی مثلا من اهمیتی نداره. وقتی با یکی صحبت میکنی طرف میگه I don't care، مثلا میگه من همچین مشکلی دارم، طرف میگه I don't care، یعنی برای من اهمیتی نداره تو چه مشکلی داری. میگه she didn't care at all، اصلا اهمیت نمیداد. just didn't care at all، اهمیت نمیداد، هیچ اهمیتی نمیداد. اینی که اون بنده خدا رو هم که کشتن که به گروهشون پیوسته بود. خیلی خوب، اینجا تا اینجا ببینیم بعد در ادامه این آهنگ چه خونده میشه. ببخشید که من این آهنگو متوقف میکنم، استاپ استارت میکنم به قول بچه‌ها که چیز بشه، که ببینیم که چه میگن. میدونم آهنگ خیلی قشنگتر از من چیز میگن، صدای اونا خیلی بهتره، ولی خب دیگه حالا تحمل کنید. خیلی خوب، بریم. خب اینجا دیگه خطری شد، به قول بچه های تهرون اینجا دیگه خطری شد. میگه که
این چیز بولتن، بولتن که میدونید چیز خبرنامه، بولتن، بولتن اف بی آی که در مورد اعلامیه اف بی آی در مورد این خانومه که دیگه در صدد دستگیریش بر اومدن، میگه Here is a special bulletin. Ma Baker is the FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest police station. خب چی میگه؟ میگه که here is اینجا بولتن ویژه، special یعنی ویژه، مخصوص، بولتن مخصوص FBI، نه بولتن مخصوص، اینجا بولتن مخصوصه، یه اعلامیه مخصوصه که این اعلامیه مخصوص چه گفته میشه درش؟ میگه ما بیکر is the FBI's most wanted woman. FBI این خانم کسی که FBI به دنبال اوه، most wanted یعنی از همه بیشتر به دنبال اونه، کسی که در صدر جدول دستگیریه، most wanted. Wanted یعنی کسی که دنبالش هستن، most wanted یعنی که اولین، خیلی میخوان که اینو دستگیر بکنن، دنبال این هستن که اینو دستگیر بکنن، شخصی که پلیس به شدت در تعقیبشه و میخواد دستگیر کنه، most wanted. میگه این FBI، این most wanted FBI ما بیکر، FBI's SS مالکیت، و بعد از این در سطر بعد میگه که هر فوتو عکس او، هر فوتو، فوتو یعنی عکس، هر فوتو یعنی عکس او، is hanging on یعنی آویزان شده است، آویزان شده است، is hanging on every post office، در تمام every post office wall، wall یعنی دیوار، post office هم یعنی post office، در تمام post office ها، در تمام اداره های پست، یعنی جاهای پست، عکس او آویزون شده به دیوار که این خانم most wanted، دنبالش دارن میگردن و تحت تعقیب میخوانش. If you have any information، اگر شما information یعنی اخبار، خبر، نیوز، اطلاعات، any یعنی هر، if اگر شما have، اگر هیچ خبری از او در دست دارید، اگر هیچ اطلاعی از او در about this woman، about درباره این زن، about this woman، پلیز لطفاً کانتاکت، تماس بگیرید، the nearest، نزدیکترین پلیس استیشن، نزدیکترین پاسگاه پلیس تماس بگیرید، با نزدیکترین مرکز پلیس تماس بگیرید، اگر هیچ اطلاعاتی در، اگر خبری در مورد این خانم دارید با پلیس تماس بگیرید که ما دنبالش هستیم و میخوایم دستگیرش بکنیم. خب ببینیم که در قسمت بعد چه گفته میشه. بله، در این قسمت مثلا خانم ما بیکر میگه don't anybody move، کسی تکون نخوره، move یعنی تکون خوردن، anybody هم یعنی کسی، don't anybody move the money or your lives، پولو بدید یا زندگیتونو، بین این دوتا، یا میکشمتون یا پولتونو بدید. خب اینجا این قطعه که در واقع یه قطعه طولانی هم هست، اوج داستان این خانم ما بیکر، یعنی صحنه خیلی دراماتیکشه. خب میگه one day they robbed the bank، یه روز، one day، آنها robbed یعنی بانک زدن، they robbed the bank، یه بانک رو زدن. خب it was their last foray، it was on boot، was their last، آخرین foray، آخرین عملیاتشون بود، آخرین عملیات اکشنشون بود در واقع. خب فوره یعنی اکشن، عملیات اکشن، ادونچر. The cops، cops یعنی پلیس، پلیس cops، the cops یعنی پلیس ها، appeared too soon، appeared یعنی ظاهر شدن، too soon یعنی خیلی سریع، خیلی به سرعت،
پلیس ها به سرعت اومدن. اینا وقتی که رفتن بانک زدن، پلیس ها به سرعت ظاهر شدن. appeared یعنی ظاهر شدن، disappear یعنی غیب شدن. They couldn't get away. They couldn't یعنی بانک زن ها، این خانم با 4 تا پسرش، یکی به پسرش به نظرم جلوتر کشته شد، با پسراش در اصل. They couldn't، اونها نتوانستن، get away، نتوانستن فرار کنن. They couldn't get away. خب They couldn't get away and all the loot they had. و همچنین loot یعنی plunder، یعنی اون چیزایی که غارت کرده بودن، اون چیزایی که دزدیده بودن، نتونستن. they had all the loot، تمام غارتی هایی که داشتند، loot they had داشتند و اونا رو هم نتونستن برن. نه خودشون تونستن فرار کنن و نتونستن که اونا رو ببرن. خب طبعا وقتی خودشون نتونن فرار بکنن، اونا رو هم نمیتونن ببرن. it made them mighty mad. mighty یعنی very. mighty God یعنی خداوند مقتدر، ولی اینجا mighty یعنی very. it made them یعنی اینی که نتونستن فرار کنن و غارتی ها رو ببرن. it made them اونها رو خیلی عصبانی کرد. mighty mad دیوانه کرد. mighty بسیار عصبانی کرد. made them یعنی اونها رو عصبانی کرد. made یعنی اینجا شدن، اونها خیلی عصبانی شدن، گذشته make، خیلی عصبانی شدن، عصبانی کرد. and so they shot it out. so و بنابراین، so یعنی بنابراین، they shot it out، آنها شروع به تیراندازی کردن. and so they shot it out، شروع به تیراندازی کردن با پلیس، به هم دیگه تیراندازی کردن. هر کس به هم دیگه تیراندازی میکنه میگن shot it out. ما بیکر and her sons، ما بیکر و پسرانش، and her sons، ما بیکر and her sons. They didn't want to hang. آنها نمیخواست. تو هنگ یعنی اعدام شدن با تناب. با تناب که اعدام بشی میگن اعدام، هنگ. They didn't want. did گذشته do. They didn't want. آنها نمیخواستن. They didn't want. want یعنی خواستن. They didn't want to hang. آنها نمیخواستن اعدام بشن، حلق‌آویز بشن. And so they died with blazing guns. چون نمیخواستن حلق‌آویز بشن، آنها مردن. died گذشته die. to die یعنی مردن. they died with blazing guns، با اسلحه‌های آتشین، اسلحه‌هایی که آتش میکرد. blazing gun guns گفتیم تو اون داستان چیز blaze at charity bonfire، در اون درس اول انگلیسی پیشرفته گفتم. and they died with blazing gun، با اسلحه‌های آتشین مردن. and so the story ends، و بدین ترتیب the story، داستان ends، به پایان رسید، به پایان میرسد. در واقع the story ends، به پایان میرسد. of one who left no friends، داستان کسی، of one کسی، who left، داستان کسی که left، به جا نگذاشت، no friends، دوستی برای خودش به جا نگذاشت، یعنی با هیچ کس دوستی نداشت چون بیرحم بود و اینا. هیچ کسی دوستی به جا نگذاشت و هیچ کسی برای او در واقع سوگواری نکرد و من نگفت که حیف شد که مرد. خیلی خوب، این قسمت رو ترجمه کردیم. بریم ببینیم در قسمت بعدی چی میگه. و در قسمت‌های بعد من فکر می‌کنم که این همون چیزایی که ما قبلا گفتیم، که به پسراش یاد داد که چگونه است هم کنند و او نمی‌توانست گریه بکنه و بعد او می‌دانست که چگونه بمیره، همین چیزایی که قبلا گفتیم تکرار می‌کنه. و بس خلاصه من اینجا رو ترجمه و توضیح خودم به پایان میبرم و اجازه میدم که شما لذت ببرید از بقیه موسیقی و از بقیه موزیک و مانع نمیشم، نمیام وسط. خب روز و روزگارتون خوش، امیدوارم که بهره کافی از این به اصطلاح از این ویدیو برده باشید و به قدر کافی به انگلیسی شما کمک کرده باشه تا انگلیسیتون رو ارتقا بدید. فعلا روز و روزگارتون خوش و ایام بکام تا ویدیوی بعد.